بحثی که از نظر بحثی که از نظر مدیریت بیمارستان مطرح میشه، درمانگاه مطرح میشه در روز شنبه یهودیان که همه چی رو اتومات هست، یکی اینه که همینطور گفتیم یعنی وضعیت پرمخاطره‌ای که از وضعیت اضطراری همه کاری میشه کرد برای اینکه اون فرد رو حتی شد یک ثانیه بیان برای نجاتش دست به دست یک دگر بدن، اگر عملی باشه، اگر باید سرامی بس بکنن، اگر برحال هر کاری که پرستار لازم باشه انجام میده. بحث سر این هستش که برحال اون خود فرد که در این هنگام هستش که کسی ممکنه نیاد عیادتش رو غیرو اینها، موردی هایی ما داشتیم مثلا در روزهای کرونا که اون فرد تنها هستش و حتی نمیتونه به خونه فرزندان خودش بره، نمیتونه نوه های خودش در آغوش بگیره و این دو سال روزهای سختی رو سالمندان گذرانده بودن، برای همین منظور فرد یعنی که از نظر بنی اشخناز و بنی سفارات فرقی هستش و این هستش که افرادی که بر حال بنی سفارات هستن بر طبق یعنی قوانین و قانونگذاری که هرمبام روش و هراشبا و همینطور ماران و شوخان آروخ نوشتن از نظر کد اخلاقی و کد شرعی و بنی اشکناز یعنی اروپایی مدارها از نظر راما عمل میکنن، هراش و غیره و اینی که برحال اونها بیشتر سخت گیری میکنن. حالا بحث ما سر این هستش که آیا برقی که برای شبات استفاده میشه این برق یعنی موردی هستش که در خود تورا در اون موقعی که برق نبود که نوشته شده باشه، ولی اون رو میاموزن اران از آنچه که در خیمه میعاد بوده، همیشگان بوده، کارهایی که 39 کارهایی که در اون خیمه میعاد انجام میدادن که روزهای هفته بوده در روز شبات انجام نمیدادن. از این رو بستگی داره آیا خاخامیم و اندیشمندان یهود آمدن همچین واجباتی رو درخواست کردن یا یعنی اینکه نوشته شده در خود تورا همچین چیزی نوشته شده، بلکه از اون میآموزن که دو جنبه داره، اگر جنبه درابانان اون باشه یا دئورایتا باشه. مثلا خزانیش میگه که دئورایتا هست، در میتونیم از آنچه که در تورات نوشته شده بونه و سوتر بیاموزیم و از طرف دیگه درابانان هاو ماشن فنشن هراب آیر بخ به هاکا موبادیا میگن که نه این درابانا هستش. از این رو میتونن استفاده بکنن از یک سیستم گراما. سیستم گراما یعنی که شما وقتی که شما یک آبی رو در پشت صد دارید، شما کاری که میکنید فقط اون مانع رو برمیدارید. وقتی مانع رو برمیدارید آب میتونه بیاد و ادامه داشته باشه. درست همین وضعیت رو پیدا میکنه که وقتی که میخوان چراغ رو خاموش و روشن بکنن، مثلا در بیمارستان شهر صدق روی مثلا نور رو میپیچونن، اتومات بعد از 10 ثانیه خودش خاموش میشه. یعنی یک سایکلی هستش که این میگرده، هر 10 ثانیه خودش وصل میشه و خودش قطع میشه. اگر آمده باشن و دگمه رو فشار داده باشن، اون دگمه در اون لحظه برق روشن نمیشه و چراغ روشن نمیشه، یا ماشین برقی در اون لحظه روشن میشه، ولی 10 ثانیه بعدش روشن میشه. به این میگن گراما. یه حالتی رو داره که خود فرد در اون لحظه این کار رو انجام نداده، بلکه یک مانعی رو که مسدود کرده، مانع رو برداشته و این مانع که برداشته شده غیر مستقیم آمده و اون چراغ رو آمده و خاموش و روشن کرده که به این میگن گراما، یعنی که تأثیر غیر مستقیم و نه مستقیم که خود فرد انجام داده باشه. البته میتونند به افرادی که میگن بهش میگن گوی شبات یا بوی شبات، میتونن بهشون درخواست بکنن از قبل بیان
مثلا چراغ خود یخچال خاموش شده باشه میتونن ازشون درخواست بکنن که بیان در همین هنگام که مثلا به اینکه من نمیتونم اون چی که در یخچال هست رو بیرون بیارم، اگر ممکنه این چراغش خاموش و روشن میشه، فراموش کردیم چراغش رو مثلا خاموش بکنیم، یه اونجا یه کیکی هست من برای تو آماده کردم، اگر ممکنه در همین کیکر، ولی این چراغه نمیدونم چرا، یعنی مستقیم اون فرد نمیاد بگه این کارو انجام بده برای من، و اون خود فرد داره این کارو انجام میده برای خودش که بتونه اون کیک رو در بیاره. یعنی که بحث سر این هستش که در آنچه که در یهودیت آمده بر این هستش که نه فقط خودت، فرزندان خودت، زن و بچه های خودت، کنیز و غیره ها، حتی جانداران و افرادی هم که در کنار تو هستن که گرتوشاف خونده شدن نیست و شهروندان همسانی هستن که در کنار تو هستن و افتالای خاک و موقع، یعنی هم نوع خود تو دوست بدار نیست، یعنی روز شبات باید با تو همراه باشن.